سلام، در خدمت خانم سمیرا افسری، متخصص سوئد شرکت OWDT آمریکا در 28 دوره همی کندر وکسیما هستیم. سلام خانم افسری، خیلی خوش اومدید. سلام، متشکرم، مرسی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خواستم بدونم که اکوسیستم چقدر دیتا دریون شده و آیا جمع آوری و تحلیل دیتا نقشی که باید توی رشد اکوسیستم بازی میکنه؟ از اونجایی که خود ابزارهای اصلی مثل گوگل آنالیتیکس GA4 به سمت این داره میره که ماها رو مجبور کنه به اینکه خودمون کاستماایز شده ریپورت آماده بکنیم، خودمون ترک بکنیم و حتی اتفاقاتی که داره در سر دنیا تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار میگیره، فکر میکنم این دیتا دریون شدن بچه ها و کلن دیتا دریون شدن اکوسیستم خیلی رو به رشده و رو به رشد هم خواهد بود، از این جهت که برای اینکه بتونیم بیشتر از این توی این مسیر گام برداریم، موفق باشیم، حتما باید آنالیزگرهای خوبی باشیم و حتما باید دیتا دریونی بریم جلو و داکیومنت سازی رو یاد داشته باشیم. حال اکوسیستم استارتاپ شما چطور می‌بینید؟ صادقانه بگم؟ متوسط رو به پایین. وضعیتیه که واقعا بچه‌ها انگیزه هاشون از دست دادن، به خاطر اینکه خیلی از استارتاپ ها نتیجه‌ای که می‌خواستن دریافت نکردن، یا اینکه ایده ها دیگه تکراری شده، بچه ها خلاقیت هاشون رو دیگه نداشتن که بخوان پیش ببرن، و از همه مهمتر یه بخش عظیم اقتصادی و مالیه. من فکر میکنم که خیلی بچه های خوبی داریم، خیلی بچه های نوآور و خلاقی داریم که میتونن خیلی مدیریت های خوبشون استارتاپ های خیلی قوی را بندازن، ولی متاسفانه بسترهایی که وجود داره که برای اینکه بهشون تعلق بگیره، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ امکانات، اصلا از لحاظ سیستم اینترنت، تمامی این اتفاق باعث میشه که دل سرد بودن و اصلا گام های جدیدی رو بر ندارن. سوال آخرم اینه که نقش این رویداد رو توی اکوسیستم چطور ارزیابی می‌کنید؟ واقعاً آقای اسماعیلی و کندو به شدت توی اشتیاق بچه ها برای اینکه با هم دیگه آشنا بشن، شبکه سازی بکنن، بتونن پیش برن، رشد بکنن به سزا بوده. من خودم 4 سال پیش واقعا آرزوم این بود که اصلا از مشهد بتونم یه روزی بیام با حقوق خودم بلیت بگیرم، از مشهد بیام بشینم کندو رو حضوری ببینم. بعد کرونا شد، اصلا موقعی که کرونا شد و این رویدادها فیل شد واقعا همه بغضی بودن. بعد از اون دوباره این اتفاق افتاد و یک مقدار شور و هیجان بین بچه‌ها باقی مونه و با هم دوستن. یک داستانی هست، کندو کمک میکنه که بچه‌ها در کنار هم برنده برنده رشد کنن، توی این فاز نباشن که یکی باخت بده که بخواد اون یکی دیگه رشد بکنه. من خیلی واقعا ازشون تشکر میکنم، امیدوارم که همچنان این مسیر پایدار باشه و حتی تو بخش‌های دیگه جوامع دیگه آیتی محور کشورمون و اکوسیستم های مختلف یه همچین مراسم ها با همچین انرژی های خوبی باشه.